اگه شب ها سیاهه اما چشمم به راهه، اگه اوضاع خرابه شاید این هم یه خوابه. اگه تنها نشستم دل به فردا نبستم، بیا بنشین کنارم که بی تو سرد و خستم. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. اگه جایی نمونده همه راه ها رو بستن، اگه چیزی نداری واسه موندن یا رفتن، اگه راهی نداره که اوضاع رو براشه، بیا تا هم صداشیم شاید از غصه رهاشیم. عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. لای شوک به خاطر گل وجود شما. بحبه قربون قدمتون، صفای قدمتون تمنا میکنم، قربون محبت و صفای وجودتون. سلام، بنده با عشق بومرانی. چطورین؟ ایتره کنین ها، از کجا آوردی این ترقه ها رو؟ یه رفت قشنگ افتخار شده، خیلی باحال حالا. الهی یا یگان رفیق، به امید تو دلهای ما رو به هم نزدیک کن تا مولد عشق باشه و بتونیم زندگیمون رو با مولود مهر و دوستی رنگ‌آمیزی کنیم. به قول فرموده خواجه شیراز، دریغ و درد که تا این زمان ندانستیم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق مهمان امشب من یه دوست خیلی خیلی عزیز و ارزشمنده. 29 ساله که ما با هم دوستیم و انقدر مهربونه و انقدر بچه باحالیه که دوستای زیادی داره. امشب هم به عنوان دوست صمیمی و نزدیک من و هم به عنوان دوست صمیمی و نزدیک دوستش امشب مهمان ماست. چهرش رو حتما میشناسید، با صداش حتما آشنا هستید. علاقه‌مندان به دیدن انیمیشن های بامزه و جذاب، دوبله های خیلی جذابی که تیم گلوری اینترتینمنت روشون انجام داد، حتما با صدای این دوست عزیز من آشنا هستن. در انیمیشن هایی مثل عصر یخبندان، شگفت‌انگیزان، عرض به حضورتون دیگه، و خیلی کارهای دیگه. خانم آقایان، با من لطفا همراه بشید برای استقبال از دوست نازنینم جناب آقای
نیما رئیسی. من بغلت کنم زمین تا اونجا هم خوب. خیلی ممنون. خیلی ممنون. شرمنده نکنید. خیلی ممنون. به افتخار شهاب عزیز. عشق منی. عشق منی. با گروه موزیک بومرانی و خودتون. جس عزیز دل من بای جس من میتونم این خودت همون در بیارم حتما حتما فردت نشه نه فعلا خوب هیجان زده شدم من فعلا نظرم اینجا خیلی کادش بزرگه مثل دلش میمونه بابا دوست دارم نیمای رئیسی کجایی؟ حالت خوبه؟ الله دورت بگرم آره چه خوشحالم میبینمت و اینم بگم که هم تماشاگره بدونن هم بیننده ها که من واقعا الان شهابو دیدم و بعد مدت ها یعنی پشت صحنه هم دیگر رو فرصت نشد ببینیم بنابراین خیلی همه چیه حالا من اینو معمولا نیما جون توضیح میدم خودم من محروم میکنم از این اشتیاق دیدن رفقا خب پس که در واقع این اشتیاق رو تر و تازه بیاریم آره. اینجا دیداره عجب کارو هم دیگر رو تازه کنیم آره. و با دوستان خوبمون بتونیم اینو شراکتش کنیم و مشارکتش کنیم قربونت برم حالت خوبه نیما جون خدا رو شکر مشتاق دیدار دلتنگ آره آره خدا رو رئیسی کوچولوی هنوز نیومده نه نمونده به سفارش تو حتما به خدا عمل میکنم هیچ نیست واقعا یه دونه رئیسی کوچولو از نیما نباشه باشه دیگه نه دیگه داداش بزرگم و عمر کرده من به فکرم دیگه به سفار اون رئیسی کوچولو که قرار الان چند سال شده ازدواج کرد دیگه باید 6-7 سالی گذشته دیگه باید 6-7 سال دیگه آره دیگه بعد 6-7 سال دیگه بس هرچی خوش گذرونیم بله دیگه. بله چه میکنی با اوضاع و احوال نیما جون والا من راستش میخوای همونطوری که خودت میدونی انگار کرونا برای من دردسر ایجاد نکرده من از خدا خواسته میشینم تو خونه و با یه بهانه خیلی زیبا از کارا فرار میکنم نیما اصلا دوست داره تو بیشتر تو خونه بشینه حالا جالبه درست برعکس هم دیگه این دیگه از این جهت تو همیشه ماشاءالله با انرژی و من همیشه تشویق میکنی ولی من همیشه نیما تنها دوست منه که هیچ وقت نشده که از هم دیگه من ازش ببین ناراحت هم که ازش میشی کافیه فقط نگاهت کنه بخنده همه چی یادت میره آره. تو لطف داری قربونت برم از محبت و قلب واقعا بزرگت اینو جدی میگم نیما جون اوضاع دست خودمون نیست احوال چی؟ احوال دست خودمونه یا نه؟ آره شب واقعا به قول فرمایش تو بازم میدونم تو همیشه بدون توجه به اینکه حالا چه اتفاقی داره میفته شرایط چقدر مثلا ممکنه سخت باشه و اینا همیشه این سفارش رو میکنی منم واقعا بهش ایمان دارم که بی خود این که بگیم واه چقدر وضعیت بده چقدر حالمون بده اونا اتفاق خوبی نمیفته اگه بتونیم شاید توی این حرفم نمیخوام حرفای خدای نکرده جلوی تو هر اصلا حرفای گنده گنده بزنم ولی به قول تو واقعا توی این شرایط اگه آدم با خودش حالش خوب باشه با تنهاییش حالش خوب باشه میدونم حرفم حرفه برای خیلی ممکنه حرف غیر قابل لمسی به نظر برسه ولی صادقانه من دارم سعی میکنم که با خودم
در صلح و آرامش باشم. سعیمو دارم میکنم واقعا. تو که خودت اصلا یه آدم معاشرتی عجیب غریبی، یعنی واقعا تو کره مریخ هم بری نیما یه دوستی اونجا حتما داره. یادمه که دانشگاه هنرزی با تمرین میکردیم، غیر از اینکه من ممکن بود حالا دیر کنم، با شهاب سر این قضیه همیشه میخندیدیم که مثلا از دم در دانشکده تا دپارتمان هنرهای زیبا یه 30-40 نفر سلام علیک بعد اون باعث دیر کردم میشد اگه هم سر موقع میرسیدم. یادش بخیر واقعا. نیما خوش قوله دیگه. وای وای منتا از اون بر. یه بار ما ساعت 7:30 صبح با هم دیگه تو میدون انقلاب قرار داشتیم. من سرم پایینه. ایشون 11 اومد. به خدا اگه اقراف کنم. من چرا وایسادم ایشون چرا اومد؟ ببین ما همیشه همین میدونست من وای میستم براش منتظرشم، یعنی دوست داشتیم واقعا همدیگر. چه روزایی بود؟ موبایلم نبود. موبایلم نبود. راست میگه. من یادم یه تلفن همگانی بود جلوی سینما بهمن بود، بعد از دور دیدم شهاب تو تلفن همگانیه. من با عمم اینا زندگی میکردم، داره زنگ میزنه خونه هم اینا. خودم عمه جان چطوره؟ خوبه. همیشه جوی احوالت هست، همیشه سلامت باشه ان شاء الله. لذت میبره از درخششت. همیشه بعد نیما که دیر میکرد سعی میکرد نیما رو پوشش بده، بعد ما زنگ میزدیم مثلا میگفتیم سلام عمه جان خوب هستی؟ نیما ببخشید هستش. بعد یه لهجه و گویش زیبای مازندرانی هم ایشون دارن، میگفت شهاب جان پسر نیما دیشب یهو ضعف کرد، بعدش نمیدونم چی شد که یهو کف کرد، ادامه داد، بعد یهو قش کرد. یعنی یه چیزی عمه جان میگفت که ما میگفتیم کاری چیزی مخلصیم بیایم خدمتتون و اینا. خیلی ولی واقعا یه دوره خیلی جالب و عجیبی در زندگی هممون بود واقعا. خدا رحمت کنه استاد سمندریان که باعث این آشنایی شد. واقعا کلاس استاد سمندریان دوستی های خوبی به وجود آورد که خوش شانسی من بود. خوش شانسی من بود واقعا عزیزم و یادش بخیر. حالا 29 سال شد نیم تقریبا، یعنی امسال هم بگذره کاملا. بله بله 29 سال. بله خیلی جالبه. آره. اون روزی هم که ما داشتیم از اومدیم کلاس استاد سمندریان که چون استاد راهنمای اون خانم ابراهیم زاده بود اومدیم اجرا کنیم و با شهاب و مهدی سلطانی و ستاره اسکندریان داشتیم تو راه برمیگشتیم، ما نمیدونم بالاخره 20-21 سالمون بود، یادمه که متأثر از این بچه های چیز بودم. خدا بیامرز پیمان سرند عجیزاده اینا، اونا کارهای پانتومیم و اینا میکردن، ما هم هی شروع میکردیم تو خیابون کارهای اغراق‌آمیز انجام دادن. آقا ما یه اشتباهی کردیم یهو یه ادا اطفالی تو خیابون در آوردیم از خودمون. اون موقع هنوز نیروی انتظامی پاترول داشت، دیدیم یه نیروی انتظامی وایسا گفت یا این همینجاست. بعد من مو داشتم اینجوری مثلا کچل نبودم. بعد مو داشتم بلند و شاویش با ریش و فلان و اینا، به قول امیر سرانجام نهایت پشم نهایت بی پشمی. یه دوست داشتم هیچ موی نداشت. بعد خلاصه نیانستم جلوی ما رو میگیره، سه تاره اینا جدا شده بودن از ما، رفته بودن اون ور خیابون تو بولوار کشاورز بودیم. یهو ستاره مرامی رفاقتی برمیگرده اینور، آقایی که داشت ما رو دعوا میکرد که این حرکات تو خیابون داری از خودتون داریم، ستاره میرسه میگه چی میگین شما فلان. دیدی که همیشه ستاره قهر بزرگه بود. آقا یهو آقایی میگه تو چی میگی، ما رو همه رو میگیره میبره وزرا. حالا خدای ما یادم هم هست که من چون موم بلند بود بهش کنم به خدا ما بازیگریم تئاتر شروع کنیم. تئاتر شما ساعت خوشی هستیم همتون، به ما گفت ساعت اون موقع ساعت خوشی جرم بود. هیچی دیگه ما رو بردن و ولی خب همون شب خدا رحمت کنه عموی ستاره را آقای اسکندری بله. از موجوده قدیمی تلویزیون دیگه اومد و ما رو آزاد کرد. همینطوریه ها. ببین به خدا هم مرامش و اخلاقش و این از همون 29 سال پیش که من شناختم همینطوری قربونت برم. همین خیلی جالبه که آدمو بتونن
اصطلاحاً به قول سینمایی راکورد خودشون رو تو زندگی حفظ بکنن واقعا. قربونت و تو تونستی واقعا این کارو بکنی. قربونت برم. لطف داری. نیما اوضاع احوال عجیبی شده تو مثلا خود من میدونم که تو هم آدم معاشرتی هستی با این اوضاع احوال مثلا حالا میگی که خونه میشینم ولی بالاخره من تو رو میشناسم تو اون که یه قسم اون مال کار بود مال رفاقت و تفریحم آره و خب عجیب شرایطی شده دیگه این رفاقت الان در واقع چیزیه که خیلی من احساس خوبی نسبت بهش دارم چون حسیه که اگر بارور بشه واقعا خیلی از مشکلات رو حل میکنه نیما جون حالا جالبه من توی دو سه سال گذشته باز میدونم چون اخلاق تو رو همیشه به این چیزا فکر میکنی من خیلی یعنی شاید برای اولین بار بود که هی به این قضیه به مسئلهی به اسم رفاقت به معنی واقعی فکر کردم انگار که دیدی آدم دوربر شلوغه ولی حواسش نیست بعد یهو که خلوت میشه به خصوص حالا از پارسال تا الان یهو احساس میکنه که خدایا چقدر چیزای خوب، اتفاقای خوب، آدمای درست و گرم دور برم بودم و الان از نداشتنشون رو لمس میکنم. یعنی آدم احساس میکنه پشتش خالی میشه. دقیقاً و میگم این موقعی که هستن به چشم نمیاد یا نمیومد. ولی اعتراف میکنم برای اولین بار با اینکه والا البته واقعا اینو به تعارف نمیگم تو رفاقت و رفیق دوستی یا به قولی رفیق بازی به پای تو نمیرسم ولی واقعاً یه احساس کردم خدای من کاش این به قول تو این ثروتمو حفظ کنم کاش بیشتر هوای رفیقامو داشته باشم کاش چه میدونم بیشتر توی این ماجرا اکتیو باشم مثل همیشه فقط پذیرنده نباشم مثلا جواب محبت بدم من پیشی بگیرم من چه میدونم اگه به قول فرمایش تو دیر میکنم با اون لبخند و لطفه با لطف تو مواجه میشم ولی خودم یه خورده بیشتر تلاش کنم یه خورده بیشتر انرژی بذارم واقعا برای اولین بار خیلی لمس کردم و احساس میکنم که جدی میگم انقدر خوشحال شده بودم که تو یه همچین برنامه ای رو داری اجرا و کارگردانی میکنی و اصلا همچین برنامه ای رو تولید میکنی احساس کردم که داری واقعا خودتو زندگی میکنی انگار این جزی از وجود شهابه و چقدر خوب که بهانه ای بشه دوباره من خودم رو به این فضای به نظر من درست و به قول تو دلگرم کننده خودمو نزدیک کنم اینو جدی میگم توی این یک سال گذشته خیلی خیلی مقابلش فکر کردم و باورت نمیشه خودمو آماده کردم که ایشالله اگه این وضعیت هرچه زودتر رو به راه بشه بیش از پیش واقعا در کنار و در خدمت و همراهی دوستان باشم و احساس میکنم غیر از خانواده که خب طبیعتاً هممون ارادت داریم به خانواده هامون ولی غیر از خانواده واقعاً در کنارش دوستا خیلی مهمن نیما جون تو که خودت عشق آواز میدونم نیما رو میدونین که کنسرت داشته آهنگای نوستالژیک خونده خیلی صداش خوبه ها قربونت برم یک عشق حال موسیقیایی داشتیم خیلی یادش بخیر همیشه من شبابو مجبور میکردم آهنگایی بزنه که دوست نداره ولی خب لطف میکرد نیست اما گفتم باید یه دو سه تا آکورد گیتار با همون کارمون راه میافتاد ولی خیلی خوب بود یادش بخیر صدای خوبی داره جدی اینو میگم الان باز نه اینکه شهاب اینجا نشسته واقعا بحث جدی خوندن با گیتار زدن تو خوندن تو برای من شروع شد واقعا یعنی یهو احساس کردم که خیلی بعد عالی اتفاقا چند شب پیش اینجا یه دوستی بودن و اینا خلاص اصرار شد که شب مثلا تو صدات فلان بهمان ما هم زدیم چه بحبه من خیلی دلم میخواد تو بخونی نه خلاص ولی نه حالا بگم صاف کنیم نه خب باشه بزن یه کاری کنیم چون من و نیما خیلی مثلا موقع دیگه با هم دیگه خیلی صفا میکردیم و آواز میخوندیم اینا از ما و من حذر کن برخیشتن یعنی یه شعر دیگه ای رو با هم میخوندیم که نیما میخوند من بهش چی میدادم؟ فاصله میخوندیم خیلی خوب عاشق اومد نیما بخون من باید فاصله بدم نشستم باز کنار تو اومدی سراغم
چشای تو روشن شبای بی چراغم، صدای من بختی قصه داره که رنگ چشم تو قصه داره، شب من و تو باز دوباره انتظاره. چشای تو رنگ بوسه داره، لبای تو گرم و بیقراره، سکوت شب یه آسمون و یک ستاره. بارون گل شد خواب ستاره، به انتظار بغض ابر پاره پاره، تا قلب آسمون میبارم با تو تنها، فصل من و تو باز رسیده توی ابرا، کنار تو آروم میام پا میذارم، چراغی تو دست شبا جا میذارم که روشن بمونه آسمون بی ستاره. همینه. به شوق تو عهدی با چشمات میبندم، دوباره به این عشق به این دل میخندم، قصه عشق بازی چرخ روزگاره، کنار تو آروم میام پا میذارم، چراغی تو دست شبا جا میذارم که روشن بمونه آسمون بی ستاره. به شوق تو عهدی با چشمات میبندم، دوباره به این عشق به این دل میخندم، قصه عشق بازی چرخ روزگاره. مرسی. خوبونت برم. آفه خیلی برمیگرده به سال مثلا 73-74 این خوندن همون. مرسی که اقلی خوب یادت تو. مرسی بچه ها. بچه و این تنها آهنگی بود، من از حفظ بودم و آبروی شبابو نمیبردم، میتونستم بخونم. یادش بخیر. یادش بخیر. واقعا چقدر زود میگذره همه چی. خیلی بخیر. نیما ساز مورد علاقت، من که میدونم تو خیلی از ساز مورد علاقته، ولی من راست واقعا راستش بگم من همه سازا رو دوست دارم، ولی میتونم بگم چه سازایی رو دوست ندارم، ولی میگم ولی چیزی که خیلی دوست دارم ترومپت و فلوته. خیلی، یعنی هم فلوت هم ترومپت، این دو تا خودم بعضی موقعا فالتر فلوت با دهنم ترومپت میزنم، اینجوری میزنم. مثلا پدر خوانده رو مثلا اصولا از این موزیکایی که یه بیتی مثلا اون بیس میسازن برات، من خیلی راحت ناخودآگاه براشون خود به خود ترومپت میزنم. اینجوری برای خودم یه موزیک چیز میکنم، ولی ترومپت واقعا سازه ترومپت جذابیه برای علاقته. خب آیا هم رفیق، آیا پیشکش رو برای نیما جون آماده کردین؟ بله، اون میکروفونی که اونجا. Thank you.
کامیار ماندگاریان از نوازنده های خوبه، هم ارکستر سمفونیک هم اسمشون چند؟ کامیار ماندگاریان عزیز. کامیار جونم سلام عرض. خوب بود از همین بده دیدم. قربونه شما. از همین بفر بزنم باز. از همین خوب بودین. از همین بده. از همین بدیم بریم. چون تا اومدیم حالشو ببریم تموم شد. آهان دوباره همینو. این اردوفرش بود. دوباره همینو بزنم یعنی. یا چیز دیگه مثل این. بزن. بزن هرچی. هرچی دوست داری. یه دونه چی شاد داری. من با دهن علکی میزنم شبیه همینه. بزن یه ذره تو. کامیار خیلی خوش گذشت ما در کنار دست به من دست در نکنه قربونت برم مرسی ممنون کامیار مرسی حالا انرژی خوبی. آره خیلی خب میدید اون مهمان دوم تو انقدر جذابه که من دلم میخواد که زودتر به این گفتگو اضافه بشه. بله چون خیلی بیشتر به امون خوش میگذره. خیلی بابا خیلی خوش میگذره. دوستان یه مهمون عزیز دیگه از رفاقت من با این مهمون 77 دیاره. 22 سال میگذره. تقریبا 22 سال بیشتر از 22 بله. خیلی خوب. حتما میشناسینش. حتما خیلی باش صفا کردین، صفا میکنین و خیلی خیلی دوست داشتنی و هنرمنده. خانم آقایان، بریم به استقبال محمد رضا علی مردانی. ای دوست، ای دوست بیا تا غم فردا نخوری. یک دم عمر را غنیمت شماری. فردا که از این دیر فنا در گذریم با 7000 سالگان سر به سری. خیلی متشکرم، خیلی مخلصی، قربونتون برم.
بفرمایید. به 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 عجب برنامه ای جونم. آقا سلام داری ماهت عزیزم، قربونت برم، حالت چطوره؟ بابا مشتاق دیدارم، خیلی ذوق دارم. آقا چه اسم قشنگی، چه برنامه قشنگی، چه حرکت درستی. واقعا شهاب جان چطوری؟ من خود فدای تو، صفای تو. وای خدا خیلی دلم واسه تنگ شد، دلم یه ذره شد. آره امشب من کلک زدم دو تا رفیق صمیمی خودم بود. واقعا نمیش من چه حالی دارم. افتخارت میگم. یعنی در واقع شهاب شانس آورد که کروناست، وگرنه منم هم رضا هم جیمی برید این روزه ما چشونگه. حال چطوره؟ الحمدلله خدا رو شکر. خدا رو الان که عالی هم. بچه های گلت چطوره؟ خوبن خدا رو شکر. زنده باشی عزیزم. زنده باشی شما. خانواده خوبن همه. الحمدلله آره خدا رو شکر. همیشه خندون ببینم. سلامت باشی. انشالله همه حالشون خوب باشه. واقعا بهتر برسیم به یه شرایط همون شرایط نرمالی که داشتیم قدرشو نمیدونستیم. بذار یه چیزی رو یادآوری کنم. ببین الان آیا بشر اینطوریه که مثلا از خونه که خارج میشه میره توی خیابون، مثلا سرشو میندازه پایین، نه چپ رو نگاه میکنه نه راست، و همجوری میره؟ نه دیگه. نه. ما میدونیم وسیله نقلیه وجود داره، ماشین مثلا ممکنه بزنه به آدم و اون با اون وزن و اون همه آهن و اینا له و لوردم میکنه. بنابراین خودمون رو با این خطر تطبیق دادیم. حالا الان ما خودمون محکوم میشیم با این استقبالی که از هم کردیم، ولی خب خیالتون راحت باشه ما تستمون رو دادیم. از این جهت با این حال بازم احتیاط کردیم، گفتیم که همدیگر رو بغل میکنیم. گفت نه، گفت شنیدی میگه که بعضی از این چیز رو میگه که خدا وکیلی چه میدونم اگه تو لاتی واسه ما شکولاتی، شیر باشی با کیک میخورم. بگم تطبیق دیگه، تطبیق. ما دیدیم که از کودکی مثلا عزیز از دست میره، پس با حقیقت مرگ آشنایی پیدا کردیم. بله. و حالا ما بخوایم بپذیریم یا نخوایم بپذیریم انتخابی است که دست خودمون. از اون به بعد اگر مالی از دست رفت، اگر انسانی عزیزی از دست رفت، تو هنوز از دست نرفتی و حکمتی هم دستت نیست. قراره که تو زندگی کنی و ادامه بدی. اصلا شاید این آزمایش توه. حکمتی ما نداریم. آره عزیز دلم. بنابراین میگم به هر حال ما باید خودمون رو انطباق بدیم، راه آرامش رو پیدا کنیم. خیلی‌ها فکر می‌کنن آسایش وجود داره و من این تصور رو نمی‌کنم. آسایش وجود نه. انسان برای آسودن خلق نشده. برای چالش خلق شده، برای اینکه همش رنج باشه، سختی باشه، و از تو دل اونه که ما میتونیم راه رشد و کمال پیدا کنیم. زرنگ اونیه که تو این بی آسایشی راه آرامش رو پیدا میکنه. رفاقت من محمد رضا، که تو در واقع خودت هم یکی از پیشکسوتان عرصه رفاقتی بود. چی کتن؟ واقعا از پیشکسوتان عرصه رفاقت و یک جمع جذابی بودن محمد رضا اینا در برنامه اکسیژن در سال 1377. یادش شهاب عباسی، محمد رضا علی مردانی، علی سرور، هادی کاظمی، این چهار تا برادران مارکس بودن. شهاب یادت چقدر میخندید؟ یادش و مجری اکسیژن خود شهاب جان بود که چقدر درخشان ظاهر شد، توجه ها رو همه رو جلب کرد دیگه. کاش اینجا بوده اقلا بچه های دیگه. من ازتون خواهش میکردم آیتم دختر کبریت روش عالیه. یه آیتم نمایشی داشتن، دختر کبریت فروش می آمدن چهار تا آدم، مثلا ادای خیلی آدم های بی استعداد داره. اصلا کانسپت این بود دیگه، بگفتیم یه بازیگرایی رو بازی کنیم که اصلا بلد نیستن بازی کنن، هیچ حسی رو نمیتونن بدن، هر کسی یه حالت ثابتی داره تو همون حالت میمونه. مثلا هادی اینجوری بود، هادی کاظمی اینجوری بود، مثلا من اینجوری بودم. خب کار علی سرور سخت بود. علی البته دو اسم از آتیلا که
بی حالت، اصطلاح ما میگه بت، بی حالت بود. ما خندمون میگرفت پشت اینو اینو اینا قایمش میکردیم، اون بیچاره میشد اینطوری. باید همینجوری صاحب بود. شهاب از همه ما راحت تر بود چون حالت صاحبش خنده بود، این بود خندش هم میگرفت طوری نبود که حالت صاحبش بود. همینجوری اصلا بود، از این حالت نمیتونستن خارج شن. یادت پلاتوات رو تونتون میخوندی؟ شهاب میومد قوت قلب ما بود، میومد به بخش نمایش میشست اونور. آقا من کیف میکردم از کارهاشون، به خدا میامدن خودشون رو معرفی میکرد، میگفت من در نقش دختر که کبریت فروش بازی در میآورم. اون یکی میگفت هادی میگفت من هم در نقش کیک و عروسک ها و رویاهای دختر کبریت فروش بود. یکی بعد شهاب هم یکی دیگه بود، من ذهنی بود، یکی از بچه ها ذهنی بود و هادی کاظمی از همشون میگفت من هم در نقش یک رهگذر بی خودی علکی ظاهر و اینا تا نمایشه شروع میشه. یادش بخیر افکتیو معارضه شروع میکرد. آی سرما، افکتای سرما رو چجوری میگفت؟ صدا ها رو هم در میگفت گفت هفر فر مثلا این که بیتا چقدر سرده مثلا، چقدر سرده. حالا بازیگرای بدی بودش، بازیگرای بدی بودش که بیتو میزن کش کبره گره چی ره ره شی خواد شاب خواد. وای عالی، یه راه رفتن شاهکار هادی کاظمی. طبیعتاً آدم که راه میره مثلا این دست با این پا هماهنگه، هر دو یک سرعت و یک زمان دارن. هادی مثلا پاهاش تند بود دستاش کند، یا برعکس بود پاهاش کند بود دستاش تند بود. چیز عجیبی بود، فوق العاده بود. بعد با اون قیافه ثابته اینجوری میگه من ره گذرم. خدا من خوب بود، جاشون جایگاه امروزشون به حق انصافاً و حتی خیلی بیشتر و خیلی بیشتر، چون بسیار مستعد درجه یک بودن. عزیزم من جذابم؟ نیما خیلی جذابی. نیما تو با محمدرضا از کجاش آشنا شدین؟ یه چیز جالب بگم که محمدرضا، من چون میرفتم دانشکده یواشکی که میبنم هنر ریزی با از این من میرفتم دانشگاه خودمون، دانشگاه روانشناسی بود. محمدرضا اینا هم یک ترمی یک یا چند ترمی دانشگاه، در واقع دانشگاه آزاد هنرم میاد توی محلی که ما بله بودیم. بله، مجتمع ولی اصل. بله، و همونجا یکی از همکلاسی‌های منو میبینه و میگیره. همکلاسی ایشون رو به عنوان همسر اختیار کردم. آره در واقع یکی از هم که روانشناسی بود. حوصله‌ام نداشته با تا آشنا شدیم رفتم گیرم. ازدواج کردم. الان سارا جون چند سالشه دختر؟ سارا دخترم گلت. 20 سالشه. 20 سالشه ماشاءالله. بله دیگه. من یعنی میتونستم الان دختر 20 ساله داشته باشم؟ دیگه بیورزه بودی داداش. واقعا. اگر من تا قبل از مردنم باید یک کار کنم این بچه دار بشم. سلامت باشه ایدم. پس وقت داریم تا یه 300-400 سالی. شهاب بیا با هم تلاش کنیم. بیا با هم تلاش کنیم. خیلی متشکرم. اون مزاحم کسی دیگه نیست. تو از جناح چپ من جناح راست، همینجوری میخونیم تو. هادی اینا رو هم میاری؟ آره. خود اونا رو ما تشویق کنیم. همه برات آستین بزنیم بالا. خود هادی اینا رو هم ما تشویق کنیم البته. آره راست میگی. آره و اون موقع با محمدرضا من آشنا شدم رفاقتی و بعد دیگه با اون دوبله های محشر بچه‌ها شروع شد. و جالب بهت بگم که غیر از محمدرضا باز اینجا مجید آقا کریمی بود که به من گفت تو رادیو بودی، به خدا گفت نیما یه سری دوبله بچه‌ها محمدرضا داره میگم بیا دیگه. منم هی اول چیز میکردم بعد دیگه همیشه اول مثل ماهی تو سر میخوری. نیما دقیقا نیما خلابه گیر کرد، خلابه مجید گیر کرد و منو برد پلیس اومدن پیش بچه ها و شروع کردیم کارهای دوبله رو و محشر بود. چه حیف بود اگر نیما نبود عزیزم، این همه خاطره ثبت نمیشه قد عزیزم. دوستان بعد به خصوص حالا اسمن نگاه کردن کارتون و انیمیشن مال کودکان و بچه هاست، عملا بزرگ سالا همه خودشون مشتری هن.
من که دوستام تراپیش تام و جریه. باور کن. آفرید. در پنجاه و خورده ای سالگی میگه حالم از همه جا بده. میشینم تام و جری نگاه میکنم. دقیقا. و چه دوبله هایی. حتما یادتون هست. محمد رضا. شرکت هیولاها. یادش بخیر. یادش. نقش سالیوان. چقدر بامزه است. نیما. زندگی جدید امپراتور. یادش بخیر، یادش بخیر. دوست دارم اون کارو واقعا. علی مندی، آره مندی. بعد کارخونه هیولاها که مثلا من سالیوانم و یکی دو تا دیگه، بعد یه آقای دیگه مثلا یکی دو تا نقش دیگه رو، بقیه رو همه رو مجید گفته. دقیقاً. اصلا خیلی عجیبه. همه رو مجید. اون زنه هست رئیس اونا هست. اینجوری میگه افتخار. اونا مجید گفته. اونا مجید گفته. به افتخار مجید آقا جلیلی. جاش خالی. به افتخار هادی کاظمی. هادی کاظمی تو کارخونه هیولاها گفته. کدومو گفته؟ ببین یه دونه هست. یه دونه هست. اون یارو جوراب میافتاد خلاف بود این جوراب. یه دونه هست هادی میگه 2319 یه 2319 میریز از سر. اون هادی گفته. یه دونه هم سرور گفته. همون که چیزه اونی که جوراب روشه از در میاد بیرون میگه در وا کن عزیزم در وا کن. تو آیس ایج هم همین شد. یار کم داشتیم. آره. سه چهار نفری یه فیلمو کامل توی همین آیس ایج هم. آره آره اصلی اخوان. اصلا مثلا من دیگو گفت دیگو رو گفت و من مندی و مندی سی و سید. آره. و بعد دو تا کرگدن بودن باز منو ممرزا. آره. گفتی میگفت بگو میگه شاخو مجبورو کنم. آره بگو خواه شاخشو به من فرو کنه. یا شاخت فرو کن بچه. بعد یه جایی بود این دوتا مترصد سید بودن که بیاد از اونجا میره میگه اگه یه خورده این وقتت بیاین نمیتونیم بیاین. بعد یه سنگ پرت میکنه میگه اونجا مردابه. بعد این همون باور میکنن دوتا کرگردن خنگو دیگه. بعد برای پش بعدی ها میفته میده مرداب نیست. بعد چی بهش میگفتن؟ یاد الان می یاد کدوم افتادم. یه سری پرنده احمق بودن. یه چای بود هی میرفتن این توی میفتن. یه دونش بالا بود نمیدونم اون چی گفته بود ولی نیما شاهکار بود. به جاش اینجوری کرد حالا صداش خودت بود گفت این توی بیفتین یا یکی افتاد گفت نباید بیفتین. آره پا خیلی ابلامی اگه این توی بیفتین نباید بیفتین یا دیدید بیفتین همین اگه چی میشه معلوم نیست. تو حلوله ها یه دونه بود از این خورده ریزای گذری من هنوز تو ذهنم مونده. یارو از این حیوله ها بود که عطسه میکرد آتیش میاد بعد داشت روزنامه میخوند یه عطسه کرد روزنامهش سوخت. بعد یه دونه بود که ژله‌ای بود اومد رد شد از این دریچه های چهار رفت تو چشم و دهنش بود بیرون. بعد مجید گفت عالی شد عالی شد ژله بودی همش رفت تو چاه فقط دهن و چشمش بود ژله‌ای بود. یاده یه حیوله ها علیه بیگانگان داری؟ وح 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 اونم یاده 18 بار اونه دیدی اونو هومن حاج عبداللهی هم به اون اضافه شد. وح وح توی اصلی اخوندان سم هومن اون یه شخصیت اینجوری بود یه چشمه به اسم باک سلام داداش هومن به جاش حرف زد. اون توی کدوم اصلی اخوندان بود که اون میمون نقش منفیش بود دوز دریایی بود. آقای چیز گفت دیگه. خدا رحمت کنه. اون تو گفتی؟ آقای مفید گفت. مفید گفت. آره آقای مفید. بهمن مفید اونو گفت. آوازم میخوندن. تو اون نسخه که ما کار کردیم. بله. 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 برداشته بودن. آواز کرده بودن. لالالای ناخدان. اینطوری بود. و مجیدم باز جای اون دوتا راسوی ابله که خیلی سرتق بودن. دوتاشون هم مجید بود. یکی از نقشایی که توی شگفت‌انگیز حالا خود آقای شگفت‌انگیز رو نیما میگفت. به به. بعد یه آقا معلمی هم اونجا بود. این آوردن این واقعا ببینید بعضی که به خدا اینا خیلی جذابه. من نمیدونم بعدن من شنیدم مثلا یه سری سوء تفاهمات میشه آوردن این گویش ها و این لهجه های شیرین و دوست داشتنی و چه رنگ بندی جذابی. مثلا توی شگفت انگیزان
آبادانی رو آقای بقایان گفت. آقای بقایان چقدر خوبه، چون سیاه بود، چون سیاه بود و بچه آبادان بود. منم شهاب اون معلمه آخه تا دیدمش گفتم ای شبیه مثلا حسین آقای خودمونه، فامیلمونه، مثلا گفتم بزن بزن ببینید خانم این بچه شما زلزله است تو کلاس من پیش همه دست میندازه. نه بعد باورتون نمیشه من همینطوری گفتم خدا. یعنی نگفتم که بمونه، یهو دیدیم گذاشتن اونو تولید کنند و همینطور گفتم ای وای شیرین بود دیگه، انطباق دیگه از اون بهتر بود. دوربین داشتیم هلکی نیست. آره دوربین داشتیم هلکی نیست. بعد یه چیزم میگم این زلف کفن مقصر میدونی سلفه کفه نمیدونی از که یاد گرفت بودم. یه دوست سرمی داشتی مهیار مهرازر، اون بهم یاد داده بود، گفتم این سلفه کفه این فوش خوبی هست. مدام دربوره چی؟ آه مدام دربوره هم یه فوش فوش نیست، مثلا انگار دمم دربوره. ای وای مثلا خدا مرگم به دست مثلا. ولی بابولیه مثلا مدام دربوره عصبانی میشه میگه تو من دین آگردی بودی که دینه یعنی دیوونه دیوانه یعنی دیوونم کردی. تو هم دو سه تا آذری عالی داری توی لاین کینگ. یکونیم یکونیم. آره آره آره. ببین اسمش چی بود؟ پومبا. پومبا. آره اون یکی اسمش تیمون بود، بهش میگم تیمون، یعنی من قرار تو اونی که اکو میشد نه از کدوم صدای خودش رو میشنید بود چی بود؟ عالی انا صدا... اونم مجیده فکر مجیده میکنم. مجیده فکر میکنم تو خرس برادر دوتا گوزنا بودم. خودش رو میشنید تو کوه منعکس بیا هی با خودش دوباره حرف میزنید. این تو اینه یه دیگه شد تا خدا مجید میگفتین ما با همون لحجه ولی خودت بگو بسن چی میگفت یادم نیست. دوتا قوچ بودن. آره میگفت هی تو خفه شو بعد صداش میخوند. یکی از شاهکارهای مجید صدا پیشگی به جای خر شره که آه با مصدر ما من و محمد رضا و هومن هر سه تا شرک رو گفتیم. آره آره خراش ولی مجید. نه اونهایی هم که بعدن در اون مجید دیگه نرسید نسخه‌های بعدش رو بگه، اونهایی هم که گفتن به تقلید از مجید مجید گفتن. بعد این ساختارش رو مجید ایجاد کرد زنده کرد. یاد زنده یاد قم آقای قمبری بله بله دقیقاً جای جری لوئیس یه الگویی از اون برداشت و اون صدا رو ساخت. این بوی چیه؟ گفتش که من نمیدونم کار من نیست، کار خود پیاز خورت بود. میگه آخ ستون فقیر فقرات هم چیزایی میگه مجید. یه دونه بگو معذرت نخواهید چون شما گفتی از دست نره. اونجا مجید یه شاهکار داره توی همون کارتون هیوله ها علیه بیگانگان. آخ دایی جله حرف میدن اون کاراکتر جله یه اسمش هست باب، اونم کار مجید هست. نظیر خیلی خوشمزه است از خودش. مثل محمد رضا هر دوشون این استعداد رو خیلی دارد، تو هم این استعداد رو خیلی داری. خیلی یه جمله هایی درست میگم. بعد یه موقعی من مجید و محمد رضا میشنم بکنم وایسی نقش منو به من کمک کنی منم این چیز رو بگم. شهاب حسینی من واقعا یکی از علاقه مندی هم دوبله انیمیشن. واقعا آقا چند سال پیش گفتی آقا برسم دوست دارم بیام تو. آره کی میرسی؟ ان شاءالله یه کار خود منو بعد شما یه خود چیز کنین تربیت کنین. آقا تو من استاد این توی چیز ببخشید توی همون شرکت هیولاها وقتی سالیوان و اون دوستش اونم مجید آقا کریمیه کوچولو. نه نه اون وحید نفره. آ وحیدم خیلی خوبه. خیلی خوبه. بعد اینا رو میندازنشون یه جایی که برف زیادی اونجا یه دونه قول سرزمین برفا رو میبینن که باز ایشونه یه چه یخ بسن به هیمالیا خوش اومده یخ بستنی میخوره عجیبی رو بگو چرا نباید به من بگین یه آدم برفی موافق یخ بستنی نمیخوره لیمویه لیمویه آقا ما همه نقشای اون کار رو گفته بودیم رو این هر اتودی میزدیم خوب میشد خوشمزه میشد ولی یه چیزی کم داشت شاب هی من این نگاه میکردم بالا پای میکردم گفتم چرا هی فکر میکنم اینایی که میگیم هنوز این نیست
بعد خودش یه لهجه‌ای داشت. ببین ما ترجیحاً اون جاهای لهجه استفاده کردیم که کارگردان خود اثر در زبان اصلی هم از یک لهجه خاصی استفاده کرد. یعنی تعمد در استفاده از لهجه داشته و اونا این کارو زیاد میکنن برای اینکه گویش‌ها، فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلفشون رو معرفی بکنن و مردم با شیرینی‌هاشون و در واقع آهنگ گفتارشون آشنا بشن. گفتم خب ما که داریم اینو به فارسی برمیگردونیم تو اینجا هم امانتداری کنیم، ما هم از لهجه های خودمون استفاده بکنیم. اما اونجا هنوز به فکر لهجه نبودم، فقط گفتم کاش این یه جور خاصی انگلیسی میگه ما بتونیم یه جور خاصی بگیم. تا اینکه یه شب من تنها داشتم دیگه، هیچ کس نبود، منو صدا بردار داشتم تست میزدم، یهو دیدم ای این شبیه هم در همسایگی پدرم اینا عزیز زنده میکنه، همینجوری بود سلام علیکم حال شما خوبه، خوب هستید، آدم مهربان از اون آذری های شیرین. گفتم این چقدر اون همسایه ماست. بعد همینجوری برای خودم یارو گوشی نگاه کردم، گفتم میمالی ها خوش اومدین. آدم مثلا اون گفت نو، من گفتم یخ ترجمه درست بود دیگه ترجمهشم. آره همینجوری گفتم خیلی خوب بذار بیام بیرون یه چای بخورم یه استراحت بکنم ببینم به این نتیجه میرسم اینو منم اونا لهجه گفتن ما هم لهجه بگیم. گفتم خب بذار فعلا این وایسه به صدا بردارمون صدا میکنم میگم آرش آرش این یار دار یه دفعه گفتم اونم دیده من دارم تمرین میکنم رفته تلفنی چیز شاید رفت سرویس. اومدم بیرون دیدم تو اتاق فرمان چرخهای صندلی اینجوری رو حواس، اینم تو کنج اینجوری میگه فرصت نکرده بود تاک تاک و پاس. گفتم تو افتادی چرا؟ گفت جون مادرت آقای علی برداری اینو همین جوری بگو. گفتم این اولین فیدبک وقتی این باشه آفرین همه کیف خواهند کرد. آفرین باشه رفتم تو دیگه نوشتم گفتم این شد. با مرز این همونی نبود که با کامپیوتر مسابقه میدادین صدا بردار؟ نه نبود، نه اون عالی بود. یه صدا بردار داشتم تو چند ماه هم از من بیخود بیجهت میترسید، من بعدم فهمیدم من نمیدونستم. بعد این همیشه تو گوشش یه دونه هدفون داشت، وقت نمیگیرم که نه 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 یه هدفون داشت فکر کنم رپ گوش میداد، خیلی دوست داشت اینجوری. بعد آره صدا برد مثلا میگفتم که خب عزیزم بیا اینجا، بیا تو این لاین، اینو از اینجا به بعد بگیریم. بعد اینم گفت چا چا نفهمیدم چرا اینجوری این کارا رو میکنه. بعد یه وقتا میدم من خب با گوینده در حال گفتگو بودم، گفتم ببین لحن اینجوری کن اینجوری بود فلان، میدم منتظر میگفتم خب ببین اونو فید کن، اینو ببین برداشت و نگه دار، یکی دیگه از اینجا بگیر از اینجا. گفت باشه پنین و حالت کسی که گل میزنه شادی بعد از گل اینجوری میکنه. یه کنجکاو شدم گفتم چته چرا اینجوری میکنی؟ بعد گفت او این دفعه نگاه کن این دفعه نگاه کن. گفتم باشه. گفتم مثلا ببین ته اینو ببند این لاین، اینو بیار پایین از اینجا ریکورد کن ضبط اینجوری شد. گفت آها نگاه کن کشید عقب. گفتم خب چی؟ گفت ببین تازه داره انجام میشه، تازه داره انجام، از کامپیوتر میزد جلو مسابقه میداد با کامپیوتر با خودش مسابقه گذاشته بود که از کامپیوتر بزنه جلو. همه اونها رو که من میگفتم یه لحظه میگم مثلا اینو میگیرم اینو فلان میکنم با اینجوری میکنم به طور فتوله اینی انجام میدم میکشید کنار. بعد تازه من میدم اونجا خط رفت جلو این اومد پایی داری میگه تو چلو میشه چیز عجیب. خیلی خوب. گفتم چی قراره، از کی قراره کاپی چیزی بگیری؟ این مسابقه رو با کی داری میگیری؟ با خودم کل انداختم. خیلی خوب. یه تحلیل جذابی هم محمد رضا درباره دیدین اونو تحلیلشو درباره شعر عتل متل توتوله شاه عالیه. جدا با من سوال ها سوال خیلی مهمی هم بود. آخه راست میگفت چقدر جذاب. خدا رحمت کنه آقای علی معلم رو. خدا رحمت کنه. ایشون در واقع از من خواست گفتش که تو این جشن محمد رضا جان میتونی یک طنزی یا یه گفته یه جالبی دی یه نقدی یه چیزی داشته باشی. گفتم علی آقا من یه چیزی از بچگی از بچگی آره از همون بچگی برام بی‌معنی بوده. بعدم یه تا یه مدتی به هممون گفته بودن اگه یه چیزی رو
نمیفهمی زیاد توش عمیق نشد خول میشی مثلا. بعد من از یه جایی ترجیح دادم خول شم، عمیق شدم روش. بعد دیدم خب اون چیزی که من میفهمم اینه، معنایی از اینا بیرون نمیاد. بعد یه پژوهشی کردم دیدم بابا مثل اوراد میمونه، معنی نداره. مثلا آن ما نوارا تو تو اسکاچی از کجا، از کدوم زبان اومده؟ ما میگو خوشحال میگو که آن ما نوارا تو تو اسکاچی، هیچی هم ازش نمیدونیم. اتل مدر توتوله، چه کلمه ایه توتوله، از کجا اومده؟ بعد یه بی رب گاو حسن چجوری هستن؟ از کدوم حسن؟ گاوش چرا اینقدر مهمه؟ حال حسن رو نمیپرسیم، حال گاوش رو میپرسیم. نه شیر داره نه جایگاهی برای ارائه شیر. بعد بعدش یه چیز مسخره تر میگه، میگه شیرشو بردن هندستون، نداشت که الان گفتی جایگاهی برای ارائه شیر نداره، چی رو برد هندستون. من طفل اینجوری نشستم با بغل دستیم اینجوری داری میکنیم، اصلا نمیفهمیم یعنی چی. والا زن کردی بسون، من برام زن بسونم الان تو هندستون برام زن کرد بسونم، چه توصیه یه به من طفل. هم چه نه جایگاه داره نه چه در آخر یه ذره عمیق رو همینا شدم. ادامهش چیه؟ اسمشو بذار عمقزی. عمقزی چرا؟ اسم چیو باید بذار عمقزی؟ اسم نیما میگه اسم چیو؟ اسم همون زنه که تو هندستونه و کرده رو من باید بذارم، اسم نداره نداره. بعدم میگه بذار عمقزی، اسم یک زن کردی که در هندوستانه رو من یه چیز ترکی بذارم روش. عمقزی میشه دختر عمه، نمیم یه دختر عمو. بعد فکر کن اسم یکی رو بذاری دختر عمه یا دختر عمو، اسمشه مثلا، مثل فامیل دوره. بعد دور کلاش قرمزی نشونه هم به ما میده، دور کلاش قرمزی تو هندوستان پر از رنگ، یه اصلا یه قومی دارن دور کلاشون قرمزیه. تو باید لای اونا اون زن کرده رو پیدا کنی بسونیش، اسمش هم بذاری دختر عمه یا دختر. یو هم کات میخوره هاچین و باچین، یه پاتو بچین مثلا انگار سیب پا کدو پا بچین. تو که رفتی پس تحلیلتو درباره اونم بگو دیگه، دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده. اب نداره که تکراریه. فرمز آبیت مالکو ها دست درد نکنه، چشم اولشو شما بگید. دستمال من زیر درخت آلبالو گم شد. متشکرم. خبر مشخص و معینیه. یه نفر دستمالشو گم کرد داره میپرسه. سواد داری؟ آش سواد داری. مثلا میگم آقا این موبایل من گم شده، شما سواد داری؟ منطقش اینه بگم شما اونو ندیدی. یهو شخصیت اون آدمه گیر دیگه میده، دستمال من زیر درخت آلبالو گم شد، سواد داری؟ بعد اون میگه جوابش اینه، خیلی خب بس سواد نداره دیگه، گفت نوچ نوچ. بعد میگه بی سوادی؟ الان نوچ نوچ کرد یعنی بی سواد، دوباره چرا میپرسی؟ اون جالبه. بازم میگه آقا انسان نمی... یا بی سواد یا با سواد، هر دو جواب منفی. انتهای ماجرا هم که دیگه عالی دیگه، میگه پس تو خر من هست. چون هر دو زده چرا من خر تو هم؟ سیرش اصلا عجیبه، عجیب غریبه. میگه که اصلا این یکی رو ببین، یه ده بیست سه پونزده، ده بیست سه پونزده، هزار و شصت و شونزده. تا همینجا کی میتونه یه تحلیلی به من ارائه بده؟ هر کی میگه تحلیل میکنه، یو هر کی میگه شونزده نیست، کی منکر شونزده شده اینجا؟
بعد تازه 17 18 19 20 بعد تهدیدم اینه 17 18 19 20 یه سری بوش شماره گذاری شده هست. ببین فکر کنم از این اعداد به جای بوغ استفاده همه فوش بوده عدد گذاشتن جاش 17 18 19 20 27 38 صفر ندار مثلا آخه من میدونی شهاب جان میخواستم بگم که خیلی ادبیات ما غنیه، خیلی اشعار کودکانه زیبا داریم، تا چند نسل میخواییم توجه نکنیم همین اراجیف رو هی منتقل رو کنیم. ببین در همه زبانها آواهای ریتم داره بیمعنای کودکانه هست، خیلی هم ازش دفاع میکنن، یعنی به من هجمه و حمله هم میشه که آقا یعنی چی اینها بخشی از نوکرتونم باشه. من خودم یه عالمه تو کودکیم گفتم همینا رو، من نباید تل متل بهشم فکر نکردم. من میگم پس کی میخوایم یه تحولی، اینم یه جایی شروع شده دیگه، پس اینجا تمومش کنیم، یه ذره خرد به خرج بدیم، بگیم آقا یه چیز قشنگ بچه یاد بگیره، یه چیز معنادار یاد بگیره. رسیدیم به جای خوبی بچه ها. امسال سال بچه اون پشت همه چی مرتبه؟ به افتخار بچه های پشتن. زمین میخواستم از صحبت پشتن میخواستم واقعا تشکر کنم، اینو جدی میگم، حالا نمیدونم این حسی که من داشتم و عمر رضا هم تجربهش کرد یا نه، به خصوص آقای ایرجی که من با من در تماس بود، چقدر واقعا متعهد و درست و خیلی خیلی کارشون، یعنی من واقعا با عشق دارم کارشون اصلا انجام میدن، انصافا جا داره که واقعا دمت گرم، یعنی یکی از من چیکار خیلی شب، یعنی اصلا خودت گلی گلام دور جمع و وارد اینجا که شدم و پشت صحنه اینجا گفتم رفیق من باید یه همچین جای درست حسابی و ترتمیز و حرفه‌ای رو، واقعا خیلی کیف کردم و خدا رو شکر تو دلم بود که تشکر کنم. اصلا رونق برنامه این برنامه حضور شما و عزیزانی مثل شماست، مهر این برنامه حضور این عزیزانه، حس این برنامه مدیون این عزیزانه، ما هم در کنارتون یه گوشه کناری دم همتون گرم، دم همتون گرم، دم همتون گرم، به افتخار همه خودتون، همه این بچه ها، کامرامن ها و صدا بردار و مدیر صحنه و همه بچه های نودال گودال هم پیکس. یه اتفاق جالبی الان سر سریال که داریم کار میکنیم تجربه کردم من، یه دفعه دیدم منشی صحنه داره چیزی رو به کارگردان گوش زد میکنه، اومده کنارش داره بهش گوش زد میکنه، بعد قبلش مثل که ماسکشو در اینجوری آورده بود پایین و حواسش نبود که این ماسک رو بذاره، بعد داشت میگفت آقای فلانی این صحنه اینجوری بود، بعد اونجا ما اینو اینطوری دیدیم و اینا، بعد یه کارگردان گفت شما؟ گفت منم. آی بابا ماسکش زد، گفت آها با ماسک آدم ها رو میشناسیم. من دیدم سر مثلا غذا یه عده رو نمیشناسم، بریم غذا میخوریم اون کیه؟ اون مثلا این کیه؟ بعدم ماسک میزنم دیدم ای اون صدا بردار منه، اون تصویر بردار، دیگه آدم ها رو داریم با ماسک میشناسیم، جدید بودیم. اتفاق جالبی بود بشناسیم. اتفاقا وجود ماسک یه خوبی که داره میدونی چیه؟ آدم ها دیگه به چشمای هم دیگه نگاه میکنن. اون چیزیه که ما تو ارتباطاتمون خیلی به خصوص اگر صداقتی تو دلمون نباشه اینو هی میدوزیم، جرأت نمی‌کنیم تو چشم هم دیگه نگاه کنیم، الان جرأت می‌کنیم، باید بکنیم. آفرین. پنجره روحه چشم، لو میده آدمو تر و تمیز، هیچ چیزی رو نمیشه توش قایم کرد. گفتش که چی قشنگ گفت، بازم اون گفت نه، یه چیزی که مفهومش این بود که من رسم رفاقت و دوستی رو از چشم یاد گرفتم که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید. و واقعا الان هم مثل شرایط اون 8 سال جنگ تحمیلی بله که سربازهای مدافع وطن رفتن جلوی مدافعین سلامت کلی شهادت اتفاق افتاد و الان هم اون کادر پزشکی واقعا سربازهای اون جبهه هستن و به شدت درگیرن و بعضی وقتا واقعا خدا بهشون ان شاءالله قوت بده و
اجر کارشون رو انشالله در زندگیشون دنیا و در امان باشن انشالله ببرن. واقعا انقدر دیگه چیز بود که جای ماسک روی صورتشون تاول انداخته بود. خیلی خوب، چقدر بحثمون گل انداخت. تو خیلی صدات خوبه، ما همه میدونیم. به به دروغ میگی. چهره آهنگ خاطر انگیز بین خودتون هست چیزی با هم بخونین؟ اون یه جالبه، یه ترانه خود اون ترانه خاطر انگیزی بود که خیلی جالب بود. محمد رضا و اونو چون محمد رضا بیشتر ترانه های اورجینال میخونه، با هم چندین بار زمزمه کردیم و همیشه بوده اونو به افتخاره. هرزیشم به به با تنظیم آقای امیر تبسمی. به به وقتی شب میشه باز تو این دل من واسه جون میگیره. ای خدا مرغ آرزو باز تو این دام غم عاشقون میگیره. ای خدا دست آه من دامن زمین و آسمون میگیره. ای خدا میرسه از اون مهربون نشین میگیره. ای خدا شب وقتی که در میزنه آفتاب میره بالای بون ناقوز خطر میزنه. روز مثل یه مرغ عزیز باز زیر شکنجه یه شب جون میگیره پر میزنه. تو این سیاهی شب که راهی سفرم توی 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 ستاره سفرم. خدا رو شکر. چقدر صدات گرم و قشنگه. نجات هم دادید عزیزم. چون ببین اصلا پیش نیامده بود یه بار فقط بودیم. آره توی برنامه با هم خوندیم ولی خب برنامه خیلی گذشته ازش. آره توی بابا انقدر ما سر هر کاری میریم مجبوریم یک عالمه کلمه و دیالوگ و شعر و فلان میره از حافظه آدم. دیگه چقدر نیاز داریم بهش. به خدا نه؟ آره خیلی خیلی بابا به خدا میگم همین دو سه روز پیش داشتم با محمد رضا صحبت همینو میکردم دقیقا. خیلی هم سعی کردم خدای نکرده حالت گله پیدا نکنه کمشون داشتم میفتم. حالا ما میگیم بذار پیدا بکنه بعضی وقتا. تو حق گله هم داری انسانی برادر. آره من دو سه روز پیش یه ویدئویی دیدم یه دوستی برام فرستاده بود که مصاحبه ای ظاهرا با ببخشید که منبعش رو میگم برای اینکه خب عیناً اون بود خانم سارا بهرامی و همکارا و دوستان خودمون هنرپیشه خیلی خوب داشت یه درد و دلی میکرد. میگفت که خیلی برام جالب بود این بریده صحبتش بود که داشت میگفت که مشکل من هم این هست و مشکل دیگر دوستانم که چرا به هم دیگه نمیگیم مسئلمون رو اگر اختلاف سلیقه ای اختلاف عقیده ای مشکلی با هم دیگه داریم با هم دیگه عنوان کنیم شاید حل بشه شاید هم حل نشه. مهم اینه که عنوان میکنیم. چرا نگفته هم دیگه رو ترک میکنیم از هم به یه علتی با قول تو یه اختلافی باعث میشه از هم دیگه دور بشیم که منم خیلی بهش معتقدم. برای خودم هم یه موقعی پیش اومده که دوستی یهو مثلا غیب شده و احساس کردم خدای من کار به همین حرفی که تو مثال زدی مگه من کار خبر نداری برای طرح معما میکنن. آره دقیقاً به جای اینکه بیان صاف و پوسکنده حرفشون رو بزنن یه معمایی برای طرح میکنن ولت میکنن به حال خودت. حالا تو بگی همه این گرفتاریات برو معمای اونم حل بکن که چرا. بابا یه زنگ بزن بگو تو خیلی خری.
دقیقاً همین کاری که من میگم خرخواست. عجب ببین یه بحثی را انداخت دینیم ها. الان چاپ چی گفتی؟ چی ها بله شیطنت کردم. ببین اون میگه خیلی غریبی هم خب خرخواست. آدم ولی ببین یه شکل دیگه شم. ولی تو بخواستی بگو اینو. بله الان میخوام مچته بگیرم. بفرمایید. یه چیزی گفت که الان باید بگم آها بیا آقای نیما رئیسی بله. عزیز شما داری تایید میکنی که خب چرا نمیگیم و فلان بله. اینا من بگم یا خود اعتراف میکنی این که من نگو نه من سلطان نگواست بابا خودش راست نه من خودم هم واقعا سلطان نگو هست یا نیست من اعتراف میکنم سلطان رو درواسی خیلی خوشحالم که تو داری اینو میگی آره و دلم میخواد حالا جالبه ببخشی یهو دو سال میگذره از یه چیزی چی میشه چه بحثی پیش میاد یه حرفی پیش میاد تو میگی نیما تو پس اون موقع از اون موضوع ناراحت بودی پس چرا میخندیدی پس چرا یه جور دیگه وانه بودی ناراحت نشیم خب مراعات نمیخواستم به آره چه مراعاتی بگو برادر آره واقعا به نظر من آخه الان انقدر سخته که یعنی چجوری بگم نه اینکه حتما آدم میتونه دوست تازه پیدا کنه ولی به نظر من قدر همین دوستای قدیمی رو دونستن خودش کلیه بنابراین سخته به راحتی آدم از رفیقش به خاطر یه مسئله ای که برای او به وجود آورده یا خدا نکرده او برای من به وجود آورده جدا بشم بنابراین گفتن موافقم و قبلا اینطور نبودم گفتن اینکه آقا من این مسئله رو دارم یا این حتی با اینکه من اعتقاد به انتظار ندارم راستشو بخوای ولی بعضی موقع میگم اشکالی نداره بذار انتظارم رو بگم شاید دوستم بگه من میتونم انتظارتو برآورده کنم شاید بگه نه نمیتونم آفره. ولی من حتی خیلی جالب من آدمی ام که راحت قربون صدقه دوستان میرم ولی سختم میشه فکر میکنم مزاحمشونم سختم میشه مثلا زنگ بزنم به شهاب بگم شهاب مثلا خوبی چه خبر مثلا میگم وسط کارش الان من ولی فقط دلتنگیمو کنترل میکنم ای وای میستم تا شهاب که آدم با معرفتی یه کاری چیزی پیش بیاد میگم آقا به این بهانه مثلا ببینمش میدونی ببین قشنگ بزرگت کردم نه واقعا البته من میدونم که استاد اینم از یکی یه چیزی بخوام برام انجام نده میخوای این کارو نکنی برام یکی میخوای به دادم نرسی قشنگ اینجوری هم قشنگ استاد اینم من ببریم پرزنت کنم کارا رو برات ببین یه کار ساده از آدم میخواد آهی البته میاره البته اگه برات چیزی البته بابا من خدامه بسپر بهم یه چیزی از یه کاری برات بکنم بعد میگم خود اصلا اشتباه کردم زنگ زدم نمیخواستم این کارو بهت بگم انجام و تموم میشه توافق میشه تموم میشه بعد اس ام اس میاد پیامک میاد ببین از اگه برات سخت اصلا ولش کن بابا دارم من تموم شد انجام شد گفت بنده خدایی رفت یه پارچه‌ای رو برداشت برد خیاطی گفتش که من 10 روز دیگه عروسی پسرمه اینو میخوام برام آماده کنی نرم بیام هی بگی چه میدونم برو پرو اول پرو دوم بعد بری بگی چه میدونم پارچه‌ای که میخواستی پیدا نشد این یکی پیدا شد اون دکمه‌ای که میخواستی مثلا نبود مجبور شدم یکی رو ولش کن بابا اصلا نمیخوره دقیقاً حالا من این وریشم من زاویه خیاطه رو میدم خیاط ریاکشنش میره یارو دقیقاً ما از مخاطبین همرفیق تقاضا کردیم مثل ویدیو برامون بفرستن درباره پیامی که برای رفاقت دارن یا اگر تونستن برای رفیقشون قراره که حامی مالی برنامه که اپلیکیشن آب هست هدایایی رو هم در حال به یه سری از دوستان که حالا به قید قرعه انتخاب میشن تقدیم بکنه بریم یه چند تا از این ویدیوهای مردمی رو با هم دیگه ببینیم سلام به نظر من بهترین رفیق مادره چون هیچ وقت خیانت نمی کنه یا علی رفیق اونیه که بتونی پیشش راحت از اشتباهاتت بگی نه اون که سعی کنی جلوش بدون اشتباه باشی تا قبولت کنه بهترین رفیق تو شادی رو به تو هدیه میده و غم و اندوهت رو تسکین میده به نظر من رفیق باید یه رنگ باشه صداقت داشته باشه
دروغ نگه، همین صداقت و گرنگیش همه چی مهمتره. همه راجع به رفیق کلی متن گرفتن فرستادن، اما من این دفعه یه جمله میگم و تمام. رفیق بی کلک مادر. آفرین. بسیار خوب. رسیدیم به بخش بریز به پاچه برنامه. از این هم داریم؟ داریم، بداشت. آقای عرب، بفرمایید، خواهش میکنم آقای. سلام عرض می‌کنم جناب علی مرحوم. قربان شما. جناب رئیس سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم. اول شما سلام. آقای عرب. اونا به شیر محترم بزنن. عجب چی؟ مثل اکسیژن بگو چیه؟ بگو من بخندیم. سلام علیکش اینجوری بگو سلام بینندگان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. داری فوش میدی؟ خیلی خوش حالا هم کردم. بفرمایید ما در خدمتیم. زنده باشید، خواهش میکنم. از تمام بینندگان عزیز تشکر میکنیم که ویدیوهای خودشون رو منتشر میکنن. میتونن با هشتگ هم رفیق من در اینستاگرام ویدیوها رو منتشر کنن. ویدیوهای منتخب در اپلیکیشن آب قرار میگیره و از طریق گزینه همرفیق در اپلیکیشن آب میتونن در نظرسنجی ویدیو مردمی شرکت بکنن. ویدیویی که بالاترین رأی مردمی رو میاره به رأی خود مردم از طرف اپلیکیشن آب 20 میلیون تومان بهشون اهدا میکنه. باشکلا 20 میلیون تومان. نیما جون یه عددی رو بگو عزیزم. 3. یه عددی رو بگو مامورش. 9. 3 و 9 رو حالا اگر بخوایم مجموعش یک عدد استخراج کنیم که عدد انتخابی شما دو رفیق باشه چی رو بگیم؟ من پیشنهادم 39. موافقم با 39. با افتخاره. پیشنهاد 39 داریم. مبارک باشه. سلام دوست عزیزم، خوبی؟ مرسی. خوش اومدی. اسم شریفتون؟ محمد امین پارسا است. آقای محمد امین پارسا. جناب آقای عرب، به محمد امین عزیز چه پیشکشی داریم؟ خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمتش و الان خدمتتون عرض میکنم که هدیه ایشون چیه. همونطور که بینندگان عزیز میدونن، اپلیکیشن ها به عنوان پرکاربردترین، امن‌ترین و رتبه 1 پرداخت کشور شناخته میشه و همین عوامل باعث شده که ما اعتماد بیش از 40 میلیون ایرانی رو داشته باشیم و پیشنهاد میکنم به همه بینندگان عزیز که از 733.ir اپلیکیشن آپ رو دانلود بکنن و از خدمات گسترده‌ای که داره استفاده کنن. حالا تو این روزایی که خیلی نیاز هست که مردم بیرون از منزل نرن ولی شاید لازم باشه که انتقال وجهی انجام بدن، از طریق سرویس کارت به کارت اپلیکیشن آپ میتونن به راحتی و آسان‌ترین شکل ممکن از مبدأ 33 بانک انتقال وجهشون رو انجام بدن. اما یه نکته وجود داره، اونم اینکه خیلی از بانک‌ها الان یک هزینه‌ای رو سالیانه بابت ارسال پیامک از مشتریان می‌گیرن که حالا اگر برداشتی واریزی چیزی داشته باشن، بینندگان عزیز میتونن حتی اون هزینه رو میدن. از سرویس موجودی اپلیکیشن آب میتونن هر لحظه در هر لحظه از شبانه روز میتونن موجودی حساب خودشون رو بگیرن و اون هزینه رو هم ندن. حتی خریدهای زیر 10000 تومان 15000 تومان هم پیامک براشون نمیاد ولی از سرویس موجودی میتونن به راحتی مانده حسابشون رو بگیرن. و تمام بینندگان عزیز، از همین لحظه به مدت 1 ماه اگر از سرویس کارت به کارت اپلیکیشن آب استفاده بکنن، به قید قرعه در جایزه 33 میلیون تومانی اپلیکیشن آب شرکت خواهند کرد. هر چی کارت به کارت بیشتری بکنن، شانسشون برای 33 میلیون تومان بیشتر خواهد بود. این دوست عزیزمون هم از طرف اپلیکیشن آب بلافاصله بعد از این برنامه اگر از اپلیکیشن آب کارت به کارت انجام بدن، هر مبلغی که کارت به کارت کرده بودن ما همون رو به عنوان هدیه بهشون برمیگردیم. مرسی ممنون. بپردازیم به هدیه گرانبهای خوبی که برای دوستان مهمان امشب خدا وکیلی عرب جان مایه کاری حساب کنی. نوکر پدرتم. اختیار داری. مایه کاری. ما یه عمر به شنیدن این جملات عادت کرد.
مرسی، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی متشکرم. قابلتون نداره. میگن هدیه رو جلوی آورندش باز کنید خوشحال بشه. بله بله. آورنده رفت آخه. ایشون به نمایندگی ایشون تشریف آوردن. آورنده در واقع باز کنی، باز شود، دیده شود. بله بله بله، دیده شود. اگر نپسندید چه، خود همین چه جمله یه باز شود دیده شود، بله که پسندیده شود. یعنی ما خب چیه جفتش اگه یکیه یکی باز کنه دیگه، حالا باز کنن بازتر هم میشه. باز کنید. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. بله جفتش یکیه، جفتش یکیه. خب از یکیمون باز کنه کافیه دیگه. خب چه جعبه چوب، منم عاشق جعبه هم کلن. اسپیکره شوخی میکنم. خوب شد پیروز نخریدم. آره؟ آره درست درسته. مرسی مرسی، متشکر متشکر. دست شما درست. خیلی مخلصیم. زنده باشید. خوشحال شدم. مبارکتون. سلامتی شما. خدا حافظ. خدا حافظ. محمد رضای علی مردانی. هدیه ای که نیما برای تو آورده. حدس میزنی چی باشه؟ برای من هدیه گرفتی؟ خیلی ناقابله. رسم برنامه است آره؟ اینجوریه؟ آها، اونی که رفیق دعوت میکنه برایش هدیه هم میگیره. هدیه هم باید بگیره. یه آره دیگه. برو نای لعنتی. آره جالب توضیح بدم که به قول محمد رضا به خاطر کرونا چه شرمندگی خوب و دلچسبیه. من تقریبا به شکل قاچاق تونستم اینو تهیه کنم برات. خب یه حدس بزنم. قسمت حدسش مهمه. این خدمتشو خیلی ناقابله ها. قربونت برم عزیزم. یه چیز آره یه چیز حدسی داره در واقع. توی حدسی که من یه راهنمایی بهت میکنم و میدونم انقدر باهوشی که حدس میزنی. محمد رضا یه ویژگی داره، شاید هیچ وقت برای شماها تعریف نکرده باشه یا جایی تو جمع نگفته باشه یا تو برنامه‌ای. نسبتاً این عقیدهش و ویژگیش خصوصیه، چیز عجیب غریب و پنهانی هم نیست و پیش نیومده که تعریف کنه. من بر اساس اون این هدیه خیلی ناقابل رو تهیه کردم. فان بیشتر برای اسباب بازی. چیو میگی؟ کدوم باز شود دیده شد؟ کدوم کارم؟ به محمد رضا میگه من دوست ندارم سفر برم. درسته؟ خیلی اهل سفر نیستم. راست میگه. پس برات سفر آورده. من یه چیزی باشم که همونجا خونه نشسته بتونه کل جهان رو نگاه کنه. پسش کن، مردیم از کنجکاوی و فضولی. جهان رو نگاه کنه. دوستش دارم. چه خوشگله. اینم بنتر هم که تو شرف زدی کاغذ کاده دست درد نکنه برام. چقدر باحاله کره جغرافیه. آره. حرف نداره. ببینی هیچ وقت نداشتم. راست میگی؟ من خودم بخواستم واسه خودم ولی گفتم واسه تو بگم. آخه ببخشید. خیلی ناقابله. خیلی هم باقابله. بچه دستان رو بذارید زیر این، ببریمش بالا. بالا به امید جهانی بدون کرونا. ایشالله ایشالله واقعا ایشالله. نیما جان دست در نمونی. من تا حالا کره نداشتم. و اینو باورت میشه هیچ شهر کتابی همه چیزا که بسته بودن، بعد یه شهر کتابی گفت به هیچ کس هم نگو، منم دارم نمیگم. از در پشتی زحمت شدن عزیزم، منو راه دادم به خود این ورور نگاه کن کسی باهات نیست. گفتم نه رفتم تو اینو بهم دادم آدم گفت قاچاقی. گفتم چی الان؟ خیلی ارزشمنده. بسیار پس اجازه بدین دلمون میخواد مام توی این بدبستون عشق و محبت و عاطفه سهیم باشیم. دوستان تندیس هم رفیق رو هم عنایت بفرمایید. آی به 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 به
آدم دوست نداره تموم شه. دقیقاً. آره نیمای دوست داشتنی عزیزم، برادر قشنگم، دوست خوبم، با یک دنیا عشق و آرزوهای خوب برای تو که زندگیت همیشه سرشار از عشق و مهر و نور باشه، چون قلب بسیار بزرگ و روشنی داری و خداوند بر وسعت و روشنی قلبت بیفزاید. آمین. این رو به تو تقدیم میکنم با عشق و مهر. خیلی متشکرم. به همراه مرسی افر انگشتری که مزین به نام یگان رفیق شده و ما اینو به رسم برادری و رفاقت خودمون اینجا بر انگشت دوستان بزنیم. اول با این امتحان کنیم. مبارکه، مبارکه، شلوار پای هم دیشه. بفرمایید. خیلی متشکرم. بله. محمد رضای عزیز. جان دلم. با یک دنیا عشق، خاطر اون مرام قشنگت، اون رفاقت نابت، از طرف هم رفیقی رو به تقدیم میکنم این تندیس رو. برم خیلی متشکرم. بسیار با ارزش. بسیار با ارزش. و و همچنین انگشتری به عشق و رفاقت، به نشانه رفاقت، با مزین به نام یگان رفیق. اندازه. دست گلتون درد نکنه. قربونت برم. خیلی با ارزش. دوستان خیلی در کنارتون به ما خوش گذشت، خدا شاهده. عرض به حضورتون که اگر صحبت پایانی یه دونه از اینا که پشت ماشینا می نویسن من شنیدم قشنگ بود، با همون لحن همون اونا میگم که عشق چهار حرف داره، ر ف ی قاف. آفرین نیما جون. منم واقعا حرفی ندارم جز این که میدونی شهاب این جمله رو، این کلمه رو همیشه گفتم تو این نزدیک به 29 سال که عاشقتم، دوست دارم و خیلی خوشحالم که رفیقمی و برادرمی. مرسی دوستان. به در پناه لطف پروردگار مهربان انشالله خدا دلامونو به هم نزدیک کن. این دعایی که بیاین در این روزها زیاد بکنیم. خدای دلهای ما رو به هم نزدیک کن. الهی آمین. بیشتر از همیشه تا هم رفیق دیگر که در خدمت گل وجودتون هستیم. مرسی بچهای بومرانی، دوستتون داریم. همکارای خوبم، خدا قوت، خسته نباشید. یا علی، دمتون گرم. دمتون گرم. دل تنگم نمیدونی یه شعر کامل به نظرم که بلند میخونم تو دلم تا برگردی پیشم. بیرنگم نمیدونی وقتی دور فاصله باید برم اونجا که تو باشی کنارم تو شب تارم. میشه بردار اگه باشی همیشه با من که باشی با غم‌ها دشمن بده دست تو به من. اگه باشی همیشه با من که باشی با هم‌ها